دوستان عزیز، شما شاید بار اولی که با این خبر الان برخورد میکنید که بازگشت تتلو به ایران امشب، اما بنده که سالهاست این مسائل خبری و حوزه هنرمندا مثلا پیگیری میکنم، بارها به این خبری که الان دارید میبینید برخورد کردم و الان به شما نشون خواهم داد. موضوع چی؟ الان 8 آذر 1402 هم دیگه میبینید ساعت 10 شبه، آقای امیر تتلو که در ترکیه ساکن هست از دیروز میگفت آقا من میخوام برم ایران، من بلیت گرفتم میخوام برم ایران، حالا من اسکرین شات گرفتم اینجا از یوتیوبش و اینا اینجا نشون خواهم داد که آقا من میخوام برم ایران، بلیت گرفتم، عکس بلیتمو گذاشتم، ساعتش هم اینه، یکی از دوستا دیگه میخوام بذارم بفرستم کشورش، خودم برم ایران. آخرین چیزی که ببینم من بعد از اسکرین شات گرفتم این بلیتیه که ایشون میگه تهیه کرده، ولی یه ویدیو هم الان داره همین در همین ساعت داره اونجا چیز میکنه به ساعت زنده لایو بگیره. این خودش این موضوع کرهگیریه. من ببینید اینجا یک عکس کره گذاشتم که صادقانه بگم خود منم کرهگیرم الان، در واقع از این موضوع دارم کره ویوی میگیرم. خب این فردی که شما باش مواجه هستید یا تتلو، فرد به شدت باهوشیه، همه ما میدونیم، در واقع خود گرفتن ویو در شرایط حساس، که این شرایط حساس میتونه بعد از یک واقعه خاص باشه یا قبل از یک واقعه خاص باشه به بهانه‌های مختلف. حالا ایشو الان رفته فرودگاه در استانبول که من میخوام بیام، حالا یا میاد یا نمیاد. همونطوری که میبینید بنده 6 ماه پیش تو خرداد بوده، یعنی 3 خرداد در واقع اینو من در همین یوتیوبی که الان دارید میبینید موقع آپارات نداشتم، همینجا تو این کانال که دارید میبینید نوشته آرت فلان با این عکسه، این همه خبر رو باید رو جلوی سفارت، من دیگه میخوام برم. خب همون موقع من اومدم اینجا یه ویدیو درست کردم بعد در موردش، بعد دیدم که یوتیوب یه دونه ایمیل داد، ایمیلش رو خواستی نشون میدم، ایمیل داد و تهدید کرده بود که آقا به نظر میرسه این خبر جواب فیک نیوز باشه و فلان این حرفا، میگه من جرئت نکردم آن لیستش کردم، ولی خب ایشون گفته بود که من میخوام برم. خب حالا امشب ایشون تصمیم گرفته که گفته من میخوام بیام، یه حرف بعدی هم اینجا نوشته که من در واقع میخوام برم. این قسمت پایینش خوبه که خونمون ایرانه، ما رفتیم ایران و بعدی که میدونیم که سلطان ما نمیتونیم بین صدا زنده بمونیم و غیره. حالا من دو سناریو رو در نظر میگیرم، هر دو، اینکه یا ایشون میاد یا نمیاد. خب یا میاد یا نمیاد، در دو صورت مثلا چه زوایا و ابعادی داره این موضوع. خب بذار این ویدیو رو بذارم، احساس خوب میشه وسط تصویره چی حالا رفته اونجا دیگه. حالا نمیدونم، حالا تا همین ساعتی که الانم ساعت میگم، آخرین آپدیت که دیدم از یوتیوبش همینجوری داشت مثلا شورت و ویدیوهای کوتاه میذاشت و لایو گذاشت، این همین ایشو غیر قانونیه در اینستاگرام، ولی با مثلا یه پیج چیزی که من میرم. خب همین به صورت آنلاین داره این چیز میکنه. حالا در این ساعت 10 شب ما باید صبر بکنیم ببینیم که تا مثلا تا اگه الان داره آپلود میشه سنیم ساعت دیگه دارید میبینید، بعد ببینیم که چی میشه، ایشون میاد یا نمیاد. آقای امین فردین داشت میگفتش که ایشون پاسپورت نداره. خب پاسپورت داشته باشه، مداره که با مداره که هویتیش فکر کنم بتونه مثلا به عنوان یک ایرانی وریفای بکنن، اگه صورتش رو بتونن چون رنگ کرده صورتش رو، آیدنتیتیش رو وریفای بکنن، میتونه سوار شه و بیاد. خب به عنوان یک ایرانی که میتونه تردد بکنه، ولی اگه نیاد، اول نیاد، نیادش چیه؟ در واقع یه ویو خوبی گرفته برای یوتیوبش با این خود این موضوع. بعد قضیه این که مثلا در خونش ویدیوهای منتشر شده بود که مثلا با خانم مثلا چه برخوردی کرده بود و غیره، و پلیس هم مثلا پیگیر کارش بود، پلیس ترکیه پیگیر کارش بود، اون یه جورایی مثلا میره در سایه، گرفتید؟ چون همه میگن چیز دیگه، مثلا یه حالت میان در ساید تتلو که آه الان میره تهران دستگیر میشه، بازداشت میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، گرفتی؟ یه امپاتی میخره با خود این خبر که ببینید من الان به خاطر شما اومدم اینجا، و اگرم من برگردم ایران مثلا میرم زندان. خب حالا این سناریو دومم در نظر میگیرم با توجه ابزرو و مشاهده که خودم کردم از موارد مشابه. خب اینو میخواستم بگم، ببین انقدر من روی خبره، انقدر اومدم بارها این هر دفعه تتلو گفته من میخوام برم ایران، اومدم اینجا یه تایتلی زدم که کرهگیری بکنم، یوتیوب حساس شد، اصلا ایمیل داده بود که آقا به نظر میرسه که این چیز شما داره چیز میکنه، این خبر شما فیک نیوزه، داری شما شایع پراکنی میکنی و اینجور چیزا، یه همچین چیزی من دیگه به هر حال دیگه گفتم سر که در سال میونده درد نمیکنه، در سال اینو آن لیست پرایویتش کردم. خب یعنی من بار چند دو همه که با این موضوع مواجه میشم، اما با
با فرض که ایشون بیاد، خب با توجه به اینکه ایشون میتونه شاکی خصوصی داشته باشه، خب به این مطلبی که من دارم توجه بکنید، ما من جرائمی که وجود داره از نظر اونجا که قاضی شناخته جرائم رو، ما یه جرائمی داریم که جنبه عمومی دارن و جرائمی که در واقع میتونه شاکی خصوصی داشته باشه. آیا امیر تتلو اون مسائلیش که جنبه عمومی داره اصلا یک ساید دیگه ای داره، ولی خب چون که میتونه شاکی خصوصی داشته باشه، مسائل حقوقی ایشون قابل پیگیری هست از طریق شاکی‌های خصوصی که میتونه داشته باشه. اوکی، اینو شما بذارید کنار. چی مثلا وحید خزایی؟ وحید خزایی دیگه حرفی نزد نبوده بود که نزنه توی ترکیه، که براش آدما یادشونه دیگه توی اینستاگرام. ولی وقتی که اومد، حالا درست اصلا بازداشت شد یا هر چی شد، اون شاکی خصوصی داشت زمان قدیم که مثلا عکسای اینو اون رو گشود برمی‌گوم مثلا دختر خاله‌مه فلان این حرفا، ولی وقتی که اومد ایران واقعا شاکی خصوصی نداشت در اون لحظه، گرفتی؟ ولی تتلو میتونه افراد شاکی خصوصی داشته باش، شاکی باشن ازش. خب من نمیرم مثلا چه میدونم بیام میگم مثلا سایت شرط بندی داشته، من مثلا تو سایت شرط بندی چون داشت دیگه، خدای چند سال پیش سایت شرط بندی داشت، ما مثلا پولمون رو باختیم، گرفتی؟ ممکنه همچی پرونده هایی داشته باشه که ما نمیدونیم، یا مثلا چه میدونم یکی بگه ما رفتیم مثلا یکی بگه ما رفتیم تا ترکیه خونه این فرد و به این دلیل مثلا ازش شاکی هستیم. خب مسائل اینجوری، اون جنبه عمومیش. خب ببین این الان خودش ایشون اعلام که اعلام کرده که خونه من ایران، این وا خدایش قابل تقدیره ها، یعنی فردی ترجیح بده که چی بگه آقا من ترجیح میدم که در کشور خودم برم زندان هستن، خب در کشور خودم برم زندان، در غربت مثلا در ساحل قدم نزنم. خب این دید میتونه جنبه مثبتی باشه ها، از جهات از نظر سایکولوژی و پرسونالیتی افراد، که کمایی که من اعتقاد دارم ایشون نمیاد امشب ایران، مگر اینکه چیز مسائلی باشه که ما نمیدونیم، مگر شاید مثلا ایشون رو دیپورتش کردن، خب این به عنوان فرضیه دارم میگم ها، ولی بهش گفتن آقا جون پاشو خودت محترمانه برو، خودت پاشو محترمانه برو، مسئولیتش هم خودت گردن بگیر، ما نیایم مثلا رد مرزت بکنیم که اتفاقی برات با ما بد بشن، شما دیپورتی ولی خودت پاشو سوارشو برو، میخوای ببینی تو یوتیوب بگو من قهر کردم از طرفداران عزیز، من حالا میخوام دیگه برگردم، گرفتی؟ یعنی همچین این بدون آدم از زوایای مختلف به مسئله نگاه بکنه. با این که من احتمال میدم این موضوع صرفا یه کار هوشمندانه جالب برای فید کردن موضوع مثلا خانم سرق و حرفای سرق و ریشی و اینا باشه که موفق دیگه، الان شما همین الان در همین لحظه سرچش در ترند خیلی اومده بالا توی یوتیوب. خب این یه خفنیه، یه آرتیست دیگه که میتونه بفهمه که طرفداراش به چی حساسن، اگه بیاد بگه من امشب دارم برمیگردم سریع میاد مثلا فالو میکنن، توجه جلب میشه و غیره. خب که من اعتقاد دارم به نظر میرسه نیاد، خب با توجه به سوابقی که داشته ها، حالا من کاورش رو دروز نکردم، 3 خرداد 402 که رفته جلو سفارت، اینجا کوچولو میتونید ببینید، رفته جلو سفارت که من میخوام برگردم، گرفتی؟ مال که 8 ماه پیش تا دم دمشه رفته و برگشته، رفته و برگشته. ولی خب ایشون به عنوان یک شخصی که تهرونیه دیگه، بچه ایرانه تهرونیه، من امیدوارم که هیچ وقت مثلا مسئله قانونی برای هیچ کسی پیش نیاد و فلان، ولی اینی که ایشون داره میگه که من ایران، حالا چون شاید فعالیت سیاسی اینا هم داشته دیگه، فعالیت سیاسی شو اینا یه جنبه دیگه ای داره، جنبه دیگه ای داره، که حالا مثلا اگه به کار حرف مجرمانه ای زده باشه خیلی اون مثلا قوه قضاییه و اینا مثلا پیگیری میکنه، از این سوال پرسن بعضیش مثلا پرسن تو هنوز همون عقاید قبلی رو داری، افکار قبلی رو داری، چه انسان بهتری شدی، روی کرد بهتر شده نسبت به وقایع، آیا مثلا نظر تغییر کرده یا غیره، این اونو بس جنبه دیگه ایه. خب اون جنبه عمومیه که حالا اون مربوط به قوه قضاییه هست، ولی مثلا اینه که ایشون میتونه چون در هم سایت چیز داشته، شرط بندی داشته، زمان مثلا که میلاد حاتمین اونجا بودن و یه گروهی بودن که اسمشون یادم رفته، همش سایت بت میزدن، هم بابت اینکه ایرانی ها خیلی رفت آمد کردن پیش شاک خصوصی داشته باشه، این اصلا میتونه از این جهت این فرد به اونی که از ایرانیان خارج از کشور وقتی که برمیگرده ایران این براش مسئله ساز بشه، با اینکه من اصلا نمیدونم، من یک شهروند اصلا نمیدونم
مثلا پیگیرم نیستم که ببینم مثلا اینجور فالووراش مثلا همین همین اینستاگرامش من ندارم که الان نگاه کنم. مثلا بعضی وقتا هم میتونی شبکه های چیز که مثلا وضعیتی چجوری، آیا مثلا اون سایت هنوز هست نیست، یا آیا مثلا حرفایی که سرقوشی گفته بود راست دروغ، اون فیلمایی که پخش شده بود مثلا مسائلش چیه، مسئلهش چیه، اون افرادی که اونجا بودن آیا تبعی کشور ایران بودن نبودن، آیا از ایران رفته بودن چون هم از آلمان رفته بودن، به چه هدفی رفته بودن، آیا مثلا این تتلو مثلا مکاتباتی داشته با کشورهای خاصی، چون من با کشور آلمان فلان بعد بهش گفتم مثلا اگه بخوای کنسرت بذاریم ما به تو اجازه نمیدیم یا اجازه میدیم یا مسائل اینجوریش، حالا نمیدونیم بعد به هر حال وایسی ببینیم که چی میشه. ولی این من خوش اومد که یه کسی بگه که آقا من این چیزی که چیزی حال کردم راستشو بخوای، یکی نشد که خود دارم لک زده واسه خونه، خونمون ایران منظورمه، وگرنه من که خونه ندارم. این داخلش حس این چیزایی که من علاقه دارم مثلا یه چیزای میهن پرستی و اینایی بود. خیلی من از این جهت خوشحال شدم، از این جهتم که یک آرتیستی بگه آقا من اصلا کار مجرمانه کردم در زندگی، حاضرم برم در زندان در کشور خودم. حالا شاید دوره زندگی همین وحید خزوعی هم اینجوری شد دیگه، فکر کنم 4 سال یا فکر کنم 4 5 سال زندان بود، بعدش اومد دارن ول ول میگرده اصلا میدونید ببینید. ابو سگ کوچولویی هم که تو ترکیه داشت داداشش اینا فکر کنم آوردن، در تهران برای خودش میگرده این ور اون ور، و همین توی همین اینستاگرام و اینا هم هست. همون وحید خزوعی که اونجا چیز بود در واقع اومده و اومد همین چند سال پیش و جرائمی که داشت رو با کارش مواجه شد و برگشت به عنوان یک انسان یک ورژن دیگری از انسان بهتر در کشور خودش داره زندگی میکنه. حالا اونجا در استانبول این بخواد سرت کلا بذاره، اون بخواد سرت کلا بذاره، مغازه‌دار به مغازه‌دار مشکوکی، به بقال مشکوکی، و قضایی رو مثلا تو شهر خودشه، بچه محل خودشه، میتونه بره رامسر، میتونه بره شیراز، لاقل فالوور هم آدم داره، آدم فالوورش میتونه ببینه. یعنی خیلی جنبه مثبتیه. شما میتونی چه میدونم ابی و داریوش باشی در کانادا که تو خیابون قدم میزنی که نشناسته تحویلت نگیره، و یا اینکه در ایران باشی هر کوچه بقالی هر چیزی چه بگذرم بری. من هم میرم بعضی وقتا مثلا مراسم های بخار آرتیستا که هست در بگذرم میبینم آقا مثل یه آدم بیراه از اون بر خیابون آرتیستا رو میشناسه، میاد باشون عکس میگیره. خیلی حس خوبی به آرتیست میده واقعا. تا اینکه مثلا یارو بری در جنوب کالیفرنیا بعد و خب مواجه میشه با خیابون، تو همین ترکیش هم همینطوره ها، احساس میکنی همه میخوان اینجا کلا بذارن سرت، اونایی هم که نمیشناسن تا اون که میشناسن هم کلا بذارن سرت. این خبر فوری کوچیک بود که خیلی لوس میشه واقعا، میخوام خبرای فوری اون وقت بعدم بذارم مزهش میره. این فقط کرگیری از تطلعه و بررسی این دو احتمالی که بیاد یا نیاد. بله های ابی مثلا در اون مثلا در ترکیه هستن دیگه، شهرام شپره و شوره و اینا هم هستن، همش مشکوکانه نگاه بکنی که آقا اینا همه میخوان سر من کلا بذارن، گولم بزنن فلان. اونایی هم که نمیشناسنش دیگه حس بدی داره. ولی همون فرد در ایران مثلا کافه میره همه میان باش عکس میگیرن، بقالی میرن باش عکس میگیرن، بر کشور خودش. این چه جمعه. با این حال من فکر نمی‌کنم ایشون برگرده، گرفتی؟ با این که من فکر می‌کنم ایشون اگه با توجه به این سوابق قبلی، خب اینو من متوقف می‌کنم ویدیو رو، کارگیری از این موضوع تطور تموم شد. در همین موضوع چیزای آرت کرده در یوتیوب که دارید می‌بینید، در مورد چیز می‌خوام ویدیو ضبط کنم، آهنگ چیز گل منو اذیت نکنید که چرخه وایرال شده، او صاحب اثرش هم مکاتبه کردم که ببینم چنل داره که اینجا پروموت بکنیم یا نه، وگرنه همون پسره که گیتار کاور میکنه اونو بهم نشونش بدم. خب فعلا همگی همین، خدا نگهدار. پس آقا هر کس خبره اگه دارید بعدن این ویدیو رو میبینید، یا حرف من درو در اومده یا راست، ها یعنی اگه فردا ساعت 5:09 آذر دارید میبینید، یا تتلو اومده یا نیومده، اوکی مشخص میشه که اینشون مثلا آناتومی ذهنش چجوریه. من همین چند ماه پیش که این موضوع بود، یادم بهار همین 6 ماه پیش، از یکی از طرفدارای خیلی نزدیکش، ببین طرفدار خیلی نزدیکش، یعنی هم طرفدارشه هم خیلی از نزدیک دنبال کرده مسائلشون رو، یه بار پرسیدم یه جایی تو نمیدونم دیسکورد بود چی بود صحبت میکردیم، دیدم این خیلی فن تتلو خیلی دنبال کرده، کل لیریکساشو حفظ بود و چهرم کاور کرده بود و اینا. بهش گفتم فلانی خداییش بری چی اینقدر تتلو میگه، من میخوام بیام. اون اینو به من گفت که در واقع این
مثلا یه کسی که میخواد مثلا نازش رو بکشن، خب مثلا یه کسی خودش رو لوس میکنه، به یه بچه مثلا یه خودش رو لوس میکنه، میخواد نازش رو بکشن موقعی که ناراحت میشه. اون به من گفتش که بیشتر رفتارهای اینجوریه، یعنی وقتی میگه من میخوام برم، داره میگه که یه کاری بکنید من نرم، منو دوست داشته باشید، که من حالا روی سخنش با کیه؟ با طرفدارشه. گرفتی؟ یعنی این مطالب که این چیزی که من امروز گفتم از پس زمینه اون چیزی که یه طرفدار ایشون به من گفت، که در واقع همچین حسی هست که تحت تعلق به این خاطر مثلا میره من دیگه رفتم میرم، من یه داره میگه که من دارم میرم و بیت نازنو بکشید، چه میرم مثلا کنسرت میخوام بذارم، میرم کامنت بذارید، دارم از من حمایت بکنید، یا مثلا اینجوری. ولی خب من امیدوارم که برای همه ایرانی ها در جهان، در هر جای جهان که هستن، خیر پیش بیاد و اوقات خوبی داشته باشن، حالا چه آرتیست چه غیره و فلان. و امیدوارم همه ایرانی ها بیان داخل ایران زندگی بکنن و در خاک خودمون باشیم همگی. خب فعلا همگی خدا نگهدار.